اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. هر هفته تعداد زیادی فیلم و سریال به آرشیو جیلویز اضافه می شود. برای آگاهی از آخرین فیلم ها و سریال های آپدیت شده می توانید به بخش تازه ها و یا ریسنتلی عدد جیلویز مراجعه کنید. بخش تازه ها و یا ریسنتلی عدد را می توانید در زیر صفحه اصلی جیلویز و همچنین قسمت چپ اکران سریال ها پیدا کنید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، ال جی، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جی ال ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. شما میرونی از ارجمندم امروز چهارشنبه از خبر بد برای متحد آقای ولادیمیر پوتین کافی سمی آخرین گزارش رو که دقایقی پیش بیل پلاس منتشر کرد رو و هم نگاه بکنیم و بخونیم که چی میگه. در جنگی که پوتین علیه اروپا به راه انداخت، یعنی جنگ گاز و بعد جنگ اوکراین، به نظر میزه تا اینجا پوتین بازنده شده، دوچارش اشتباهات فاحش در محاسبات خودش، هم استراتژی نظامی شکست خورده به خاطر این عقب نشینی های خیلی مفتزهانه، هم استراتژی اقتصادیش برای زدن آخرین ضربات مهلک به اندام اروپا که دچار هم تنش شده بود، هم دچار کمبود، دچار بحران و چالش های بزرگ. خبر خیلی بدیست برای متحد ولادیمیر پوتین، یعنی آقای خامنه ای که ایران و حیثیت و عزت و آبرو و شأن و فرهنگش رو یک جا گذاشت توی سینی و پیشکش کرد به یک جنایتکار جنگی که علیه یک ملت کوچک وارد یک کارزار بیرحمانه شد. امروز هم مفتزهانه ناچاره که خیلی از نقاط اشغالی در خاک اوکراین رو ترک بکنه و به نیروهاش وادار به عقب نشینی بشن. لحظات پیش آقای نیکیتا یوفرف، ایشون نماینده انجمن شهر سن پترزبورگ، پیش از اونم چندین نماینده هم در مسکو هم در خواهان کنارگیری و استعفای ولادیمیر پوتین شدن. میگه او، این حرف آقای یوفرفه، میگه او، یعنی ولادیمیر پوتین، همه دنیا رو وارد اعماق کرده، یعنی میخواد همه دنیا رو غرق بکنه و صداها علیه پوتین در داخل خود روسیه هم رو به افزایش. همین الان در برنامه که آقای امیر شورتون رو هدایت میکنه، آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز، چهره صاحب نظر، استاد رشته علوم ارتباطات و بین‌الملل در اسکاتلند با ما هستن. آقای تو تقریزدی، خیلی خیلی خوش آمدی.
آقای مهبودی، خوشحال از همراهی با شما در این برنامه چهارشنبه. خب شما ظاهرا میخواید ملکه ما رو ملکه ما البته شهبانو فرح، ولی به هر حال جایی که من زندگی میکنم با دیده اغماز ازش بگذرید و آقای پوتین رو ببرید زیر ذره‌بین، هرچند که چند روزی این خبر شماره یک دنیاست و در طول روزهای آینده همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. اتفاقی شاید در نظر سیاسی خبرسازتر از حتی برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز شد. و البته خبر دوم دنیا امروز چهارشنبه که من و شما با هم صحبت میکنیم، خبر شکست موضعی روسیه در جنگ اوکراین و البته پیشروی نیروهای اوکراینی در جنوب شرق این کشور که میتونه تلیعه پیشرفت‌های بیشتری در جنگ به نفع اوکراین و عقب نشینی‌های بیشتری برای روسیه باشه. ولی موضوع رو خیلی دست کم نگیریم، روسا هنوز شکست مطلق نخوردن. اون چی که بنا به گفته رئیس جمهور اوکراین نیروهای نظامی اوکراین به دست آوردن علیه روسیه، باز پس گرفتن حدود 10-15% از زمین‌هایی است که پیشتر روسیه در خاک اوکراین اشغال کرده بود. ولی این رو هم باید بپذیریم که نیروهای نظامی روسیه فشار زیادی رو تحمل میکنن. یکی از این فشارها نتیجهش برخورد 48 ساعت گذشته آذربایجان با ارمنستانه. در گذشته، یعنی پیش از اینکه جنگ اوکراین رو روسا آغاز بکنن، 2000 تایی سرباز روسی در میان دو کشور روسیه، آذربایجان و ارمنستان، عنوان نیروی پاسدار صلح حضور داشتن، ولی این نیروها به جنگ اوکراین پیوستن. حتی 2000 نیرو هم برای اونها با اهمیت بود و الان جانشین اونها نیروهای پاسدار صلح اتحادیه اروپا هستند. البته این گرفتن نیرو از بقیه مناطقی که سربازان روسی حضور داشتن از سوریه شروع شد و حالا ادامه پیدا کرده به مناطق دیگری من جمله آسیای مرکزی که تعدادی از نیروهای روسیه در اونجا بودن و اینها شمارشون به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و الان آقای پوتین برای تقویت ارتشش به دنبال سربازهای حرفه‌ای است که از سراسر دنیا به عنوان سربازهای حقوق بگیر میخواد استخدام بکنه و شماری هم استخدام کرده. البته تعدادی از نیروهای چچن هم در این جنگ حضور دارن، ولی همچنان ارتش روسیه با مشکل تامین نفرات و بالاتر از نفرات با مشکل تامین مهمات روبروه و اینقدر این قافیه تنگه که از بشکه های انفجاری ساخت سوریه و همینطور موشک های کره شمالی و پهپادهای جمهوری اسلامی هم استفاده میکنه و تصادفاً 48 ساعت گذشته یکی از این پهپادها یا نخستین اونها در اوکراین توسط نیروهای اوکراینی ساقط شد. شما صحبت کردید از تاکتیک های نظامی روسیه در مقابله با نیروهای اوکراینی و هجوم اونها به اوکراین. اشتباهات متعددی صورت گرفت، ولی مهمترین اشتباه در مورد مقاومت ارتش اوکراین و مقاومت نیروهای سیاسی اوکراینی بود. اونها فکر میکردن جامعه جهانی سکوت نسبی خواهد کرد در مورد هجوم به مناطق شرقی اوکراین و در فاصله کوتاهی انتظار داشت پوتین که دولت زلنسکی ساقط بشه و یک دولت مشابه اونچه که امروز ما در بیلاروس داریم در اوکراین روی کار بیاد. ولی این محاسبه غلط بود. ارتش اوکراین ایستادگی کرد، نیروهای سیاسی اوکراین مقاومت کردند، کیف سقوط نکرد و یک عامل مهم دیگر همین بود که اروپا به کمک کیف آمد. اونها فکر میکردن اگر که این رو مقایسه بکنن با
زمان شروع جنگ دوم جهانی پیشروی روسیه هم به سمت لهستان و هم به سمت نخست به سمت اتریش، این میتونه مقدمه ای باشه برای اینکه کشورهای کوچک عضو اتحادیه اروپا، عضو ناتو، کشورهای حوزه بالکان تغییر رویه بدن و یا حتی حکومت‌های اونها ساقط بشه و فنلاند بیش از پیش به روسیه نزدیک بشه، حالت خونسا بودن رو از دست بده و سوئدی‌ها از پیوستن به پیمان نظامی ناتو پشیمان بشن و روسیه بتونه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و حتی یک قدرت جهانی ظهور بکنه. ولی این مثل همون داستانی است که ما در ادبیات کوچه و خیابان خودمون داریم، بچه‌ای که بایستی پدرش نصیحت کرد شیر گاوی رو بگیره و بعد یا تخم مرغی رو بفروشه و بعد تبدیل بشه به یک تاجر بزرگ، و این سد شیر افتاد یا اون سبد تخم مرغ سقوط کرد و هدف‌های بلندتر و درازمدت‌تر که پیچیده‌تر بود برای روسیه باقی مون سهل است. روسیه حالا تبدیل به کشوری شده که باید نگران امنیت خودش در یک دهه آینده باشه. صحبت از این است که ادامه وضع موجود میتونه همون سرنوشتی رو برای روسیه تامین بکنه که در ابتدای دهه 90 برای اتحاد شوروی سابق رقم خورد و امپراتوری کمونیستی در اتحاد شوروی سابق ساقط شد. واقعیت روی صحنه این است که امکانات اقتصادی، امکانات نظامی روسیه بیشتر از حدی که قادر به پایداری باشه گسترده شده و این در مقابل تعهداتی که داره نسبت نامساوی درست کرده. این تعهد مثلا در جبهه جنگ این است که در مواضع کنونی نمیتونه مادام العمر روسیه وضع کنونی رو حفظ بکنه، در حالی که در طرف مقابل نیروهای اوکراینی در حال تجهیز تصاعدی هستند و وضعیت فعلی رو نپذیرفتن و به عنوان نیروی مهاجم حملاتی رو تدارک می‌بینن. همین حملات اخیری که اطراف خارکیف صورت گرفت حملات پیچیده و غافلگیرکننده‌ای برای روسیه بود. روسیه واقعا جا خورد و غیر از عقب نشینی مقدار قابل ملاحظه مهمات از خودش باقی گذاشت. روسیه در داخل کشور حالا مسئله مقاومت مردم رو شاهد، مردمی که وضع زندگیشون دشوارتر شده بایستی قیمتهای بیشتری برای ادامه وضعیت معیشتی خودشون بپردازن، مشاغل در روسیه کمتر شده، بیکاری رو به افزایش است، ظرفیت صادرات نفت و گاز روسیه که سالانه حدود 100 میلیارد دلار مستقیم و غیر مستقیم برای روسیه درآمد ایجاد میکرد کاهش پیدا کرده و تلیعه ادامه این وضع هم روشن‌تر از امروز نیست. یعنی روسا امیدوار نیستن که در 2 سال آینده نفت بیشتری بفروشن یا گاز بیشتری بفروشن. و وقتی نگاه میکنیم آی میبینی که منابع داخلی روسیه برای تامین درآمد عمدتاً متکی به نفت و گاز هست، از یک سو و سوی دیگه میبینیم برای 10 سال آینده دنیای پیشرفته به دنبال آزاد کردن خودش از مصرف نیروها، انرژی‌های فسیلی است. یعنی نفت و گاز آینده‌ای واقعا برای توسعه به عنوان یک عامل نیروزای اقتصادی نداره. از 2 سال پیش وقتی که پیمان تازه مربوط به حفظ محیط زیست در گلاسکو، شهری که من زندگی میکنم، با حضور دولت مردان بزرگ آمریکا برگزار شد 1.5 سال پیش، هدف این شد که حتی شرکت‌های نفتی در موارد اکتشاف و بهره‌برداری از نفت و گاز دیگه سرمایه گذاری نکنن. شرکت‌های نفتی مشغول منحرف کردن جریان سرمایه گذاری به توسعه نیروهای دیگه هستند و حتی می‌بینیم که شرکت‌های نفتی برای مثلا برق گرفتن از نیروی باد در جاهای مختلف سرمایه گذاری میکنن، در حالی که برق بادی رقیب برق فسیلی است
و شرکت‌های نفتی معمولاً در این زمینه فعال بودن و درآمدشون از اینجا تأمین می‌شد. حتی سرمایه‌گذاری‌های بیشتری برای استفاده از انرژی خورشید وجود داره و همینطور بهره گرفتن از نیروی حرارتی داخل زمین. و این فناوری تازه دگرگون می‌کنه محیط زیست رو، دگرگون می‌کنه بازار انرژی رو و آینده نفت و گاز رو از میان میبره. وقتی به این دورنمای یا چشمانداز 10 ساله نگاه میکنیم، میبینیم که روسا یک دوران طلایی ارزش نفت و گاز رو در حال از دست دادنن. این اتفاق تلخی است که برای ایران افتاد در نتیجه عدم تدبیر این حکومت که امکان استفاده از این دارایی ملی رو از ایران گرفت، در حالی که اگر یک حکومت ملی در ایران بود، منابع نفت و گاز ایران میتونست در مسیر سرمایه گذاری های مولد به کار گرفته بشه، میلیون ها فرصت شغلی درست بکنه و ایران رو از این وضعیتی که امروز مردم اون دارن دور نگه داره. روسا هم حالا دچار همین مضیقه شدن، دچار همین مشکل شدن. درست قیمت گاز در طول 8 ماه گذشته افزایش پیدا کرده، قیمت سوخت افزایش پیدا کرده، پول بیشتری برای بنزین اتومبیل میپردازن، در حالی که به سرعت صنایع تولید اتومبیل برقی و استفاده از اتومبیل برقی رو به گسترشه و این باز به نوبه خودش یک علامت خطر برای اقتصاد روسیه خواهد بود. و این روسا تنها نیستند که از این وضعیت رنج میبرن، کرملین و سیاست کرملین هم از این وضعیت رنج میبره و البته رژیم های اقماری که متکی خودشون کرده بودند به روسیه برای حمایت، هم در مراجع سیاسی هم در زمینه نظامی، اونها هم متضرر میشن و متضرر شدن. کشورهایی مثل بیلاروس و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی البته توی هفته های اخیر شاید تظاهر میکرد که روسا جنگ رو نباختن، نمیبازن، و همینطور تظاهر میکرد که پیوستگی اونها به روسیه پیوستگی نیست که تبلیغ در موردش میشه و اونها روی پای خودشون ایستادن و حتی فروش یا تحویل سلاح‌های ساخت ایران رو به اونها انکار میکردن. ولی سقوط نخستین پهبادی که دولت اوکراین اون رو اعلام کرد نشون داد که نه، اونها دست به سینه در خدمت اربابن و ارباب هم در حالت ذلت. این مسئله به وضعیتی که مربوط میشه به توسعه بمب اتمی در ایران برای حکومت روزخانها عوارضی خواهد داشت آقای میبودی، و البته همینطور میتونه در روند جانشینی علی خامنه‌ای هم تاثیرگذار باشه. من یکی دو روز پیش این احساس رو به صورت غیر علمی، غیر اثبات شده داشتم که یه وقایعی در ارتباط با علی خامنه‌ای در حال شکل گرفتن، حضور او در رسانه ها به صفر رسیده. جلسه مجلس خبرگان دیدارش با علی خامنه‌ای تعطیل شده، یا یکی از این آخوندها از چند روز قبل مکارم شیرازی مورد هجوم رسانه‌های نزدیک به دولت قرار گرفته. همین بهانه مربوط به کسی که گفتن با دفتر مکارم شیرازی مرتبط بوده و در یک پرونده فساد پای او باز شده، در حالی که این پرونده‌های کلان رو معمولاً بهش دخول نمی‌کردن. شکلش انحصاری نیست، مربوط به مکارم تنها نیست، ده‌ها از این بزرگ امامداران در کارهای تجاری در ایران فعال هستند و شمار قابلی از اونها نه مالیات میدن و البته در فساد دولتی هم شریک عمده به حساب میان. ولی چرا حالا از میان این مجموعه یکی رو انتخاب میکنن، بزرگ میکنن؟ حکمتی پشتش هست و این حکمت رو حالا بعضی ها میگن که در سیاست داخلی ایران که این نتیجه ایستادگی شماری از نمایندگان خبرگان در مقابل گزینه جانشینی مشتبه خامنه ای و مردن پدرش، یا برعکس مردن پدرش و جانشینی مشتبه خامنه‌ای، که در هر حال یک واقعیت، خامنه‌ای
در مورد سلامتش بیانیه خاصی رسمی صادر نشده. در مورد بیماری خمینی هم در یک سال آخر عمرش اخبار رسمی منتشر نمیشد. آخرین خبر رسمی که در مورد وضعیت جسمی علی خامنه‌ای منتشر شد سال 93 بود، حدود 7 سال 8 سال پیش، که حکومت اعلام کرد خامنه‌ای عمل پروستات داشته در بیمارستان رجایی و بعد گفتن که عمل با موفقیت روبرو شده، ولی بعد از اون خبر خاصی منتشر نشد. پیش از اون گفته میشد که خامنه‌ای به بیماری سرطان مبتلاست و این پروستات اگر که شکل سرطانی داشته باشه میتونه وخیم بشه، وگرنه پروستات رو در حالت عادی یک بیماری کشنده تلقی نمی کنن. بنابراین پیش زمینه ابتلا به سرطان در آقای خامنه ای وجود داشته و حتی اگر عمل کرده باشن امکان متاستاز این بیماری رشدش به بقیه اندام ها وجود داره و احتمالاً میتونه حالا وضعیت او رو وخیم کرده باشه. خامنه ای 83 سالشه، جوان نیست که بگیم حالا هر دارویی روی او میتونه فقط اثر خوب داشته باشه، معالجات میتونه اثر منفی هم داشته باشه. البته خیلی به این قضیه به عنوان عامل اشتیاق فکر نکنیم، هرچند که خامنه ای عامل ریختن خون ده ها هزار نفر از مردم ایران بوده، یکی از عوامل اصلی کشتارها در حکومت بوده و حکومت او به نظر من حتی خشنتر از حکومت خمینی عمل میکنه، حکومتی که در طول چند روز چند هزار جوان ایرانی رو در زندانها به تناب اعدام و یا به رگبار سپرد و به نوبه خودش خمینی شخص بسیار شخیصی خشنی بود، ولی او 8 سال بیشتر عمر نکرد حکومتش، در حالی که خامنه‌ای 30 چند ساله که قدرت رو به دست داره و ایران هر روز تبدیل به یک جامعه بسته تر از پیش میشه. ولی مسئله این که مهمه آقای میبودی این است که خامنه‌ای نتونسته مثل کره شمالی نیروهای مخالف رو از فعالیت کامل باز بداره. درسته که نیروهای مخالف خارج از حاکمیت قدرت چندانی ندارن و این قدرت فقط متکی به مردم ناراضی است که در انتظار لحظه مناسب هستند تا حساب این حکومت رو در کوتاه مدت برسن، ولی در درون حکومت این مقاومت ها وجود داشته. حتی در همین جمع به اصطلاح خبرگانی که با حکم علی خامنه ای منصوب میشن به این شغل، گفته میشه از این 80 نفر که 2-3 نفر تلفات هم داشتن تا 30 نفر مخالف وضع موجود هستن و مخالف این هستن که مشتبه به جای پدرش بنشینه. حتی اگر این ارقام غلط باشه یا اغراق شده باشه، ولی مقاومت وجود داره. هر کدوم از اینها منافع خودشونو میخوان و البته اصلاح طلبها هم هستن که اونها به علت محروم شدن از قدرت دولت و تقسیم کردن منافع بین خودشون، اونها هم به یک جناح مخالف در درون حاکمیت تبدیل شدن. سپاه یک دستی نیست. در زمان خاتمی شاید شما بیاد دارید که نیروهای جوان سپاه 60% در انتخابات به خاتمی رأی دادن، در حالی که نامزد مورد نظر حکومت و منتخب به آقای خامنه ای کسی دیگری بود، یادم نیست اسمش، نوریزاد یا به حال این 60% کسانی که به خاتمی رأی دادن در انتخابات از سپاه، حالا شمارشون بسیار بیشتر شده. در حقیقت یک جدایی عملی ولی پنهان و ساکت بین نیروهای صف سپاه و نیروهای فرماندهیش وجود داره. بین نیروهای فرماندهی هم این تابعیت از خامنه‌ای درسته که فصل مشترکه ولی بیشتر ظاهری است، ولی بین اونها هم این اختلافات وجود داره. مشتبه خامنه‌ای در سپاه نفوذی داره ولی نفوذ او مطلق نیست. بخشهایی از سپاه با او در ارتباطن و یقینا بخشهایی که در ارتباط نیستند اونها از جانشینی آقای خامنه‌ای توسط فرزندش پشتیبانی نمی‌کنن. وضعیت پیچیده است که ایران رو متفاوت می‌کنه با وضعیتی که در کره شمالی وجود داشت و داره.
یعنی سیاست موکول بود به پولیت بروی حزب کمونیست و ارتش کره شمالی، و ارتش کره شمالی هم مطلقا وابسته بود به دیکتاتوری که از کیم ایل سونگ شروع شد و به فرزندش نوش ختم شد و آسون بود این انتقال قدرت و حکومت از پدر بزرگ به پسر و بعد به نوه. به این ترتیبه که انتقال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی نمیتونه به راحتی صورت بگیره. درسته این کسایی که عضو مجلس خبرگان هستن یا میگن یا واقعیت هم اینه که برای وضعیت قابل پیشبینی، یعنی مردن خامنه‌ای، حذف خامنه‌ای از صحنه سیاسی ایران، اونها گزینه‌هایی دارن و پیشبینی‌هایی کردن. بخشی از این پیشبینی‌ها رو رفسنجانی هم زمانی که خامنه‌ای جانشین خمینی شد فاش کرد که این فعالیت‌ها در 48 ساعت آخر عمر خمینی خیلی تشدید شده بود و البته صحنه‌گردان اصلی هم داشت، این صحنه‌گردانی رو رفسنجانی انجام داد. ولی می‌بینیم در شرایط کنونی حتی کسی نزدیک به قواره‌های رفسنجانی هم در حکومت وجود نداره. شاید روحانی رو مثلا یکی از این گزینه‌ها بشه تشخیص داد، ولی روحانی با مجموعه حاکمیتی که حالا سهم بسیار عمدهش در اختیار تندروهای حکومت یا به اصطلاح اصولگراها هست، اختلاف سلیقه، اختلاف منافع داره و به بازی نمیگیرند آقای روحانی رو، در حالی که رفسنجانی در قلب حاکمیت بود، صحنه گردان اصلی بود. این هم بازی که از نقاط ضعفی است که میتونه انتقال حاکمیت در ایران رو با مشکل روبرو بکنه. ولی اگر یک پشتیبانی خارجی وجود داشت، مثل پشتیبانی پوتین در زمان پیش از حمله روسیه به اوکراین، این قوت قلب رو لااقل جمهوری اسلامی داشت که انتقال حاکمیت رو و انتقال دیکتاتور رو، جانشین کردن دیکتاتور رو با نوعی آرامش خاطر صورت بده. حتی مثلا بخت حمله نظامی رو از اسرائیل حتی به صورت موقت بگیره، آمریکا رو به نوعی از سازش با وضعی که پیش می آمد توسط روسیه وادار بکنه، که این شرایط حالا با درگیری هایی که غرب با روسیه داره بسیار بسیار غیر محتمله و واقعا پوتین اگر خیلی زور داشته باشه بایستی تلاش کنه شلوار خودش رو بالا نگه داره و از افتادن اون پیشگیری کنه، چه رسد به کمک به جمهوری اسلامی در یک برهه انتقالی قابل پیش بینی. تشکر. آخه یه دکتر طرزاده، حالا که اینجا رسید به من بفرمایید که این همه اشتباه محاسبه ای که توسط رهبری صورت گرفته و ایشون تقریبا میشه گفت در تمام طول زمانداری خودش تصمیمی نگرفت که در نهایت به سود ایران یا حتی به سود خود خامنه ای تمام بشه، این ناشی از خودشیفتگی ایشونه، ناشی از نوکرمنشیه مثلا در برابر نیروی مثل پوتین یا مشاوران بده؟ چه عاملی به نظر شما مؤثر بوده در این که یک رهبری دائما اشتباه بکنه، دائما در دقیقه 90 ناچار به تسلیم بشه، دائما در دقیقه 90 تمام این نقطه ضعف های خودش، حکومت و همه چیز رو بذاره روی میز و دنیا متوجه بشه که اینا چیزی نمی دستشون نیست و میشه اینها رو وادار به تمکین کرد؟ کدام عامل رو مؤثر میدونی؟ من نکته آخر شما رو یک تاکید دوباره بهش بکنم که عوامل حکومت تنها به قاضی میرن برای بزرگ جلوه دادن وضعیتی که امروز دارن، اینکه تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شدن، اینکه در 5 کشور منطقه حضور نظامی دارن. اینها بالون‌هایی است که، بادکنک‌هایی است که با یک سوزن میتونه خیلی زود بترکه و واقعیت صحنه برای همه عیان بشه. این توهم قدرت رو به روسیه هم زده بودن و تنها جنگ اوکراین باعث شد که پوشالی بودن این نیرو هم از نظر نظامی هم از نظر اقتصادی به چشم همه دنیا بیاد. دیدن روسیه ای که به عنوان
یک ابرقدرت نظامی از او یاد میشد واقعا یک ابرقدرت پوشالیست. جمهوری اسلامی هم همین وضعیت رو داره. چرا بزرگش میکنن؟ خب هر کشوری ممکنه از این بزرگنمایی بضاعت جمهوری اسلامی نفعی ببره. درسته که ایران دارای عمق دفاعی زیادی است و این وسعت خاک ایران و جغرافیای ایرانه که این عمق دفاعی رو برای ایران افزایش میده و افزایش داده. همسایه های ایران کشورهای بستثنای ترکیه که از نظر نظامی دارای بضاعت قابل ملاحظه‌ای هست، کشورهای دیگه بضاعت‌های محدودی دارند. درسته امارات و عربستان سعودی نیروی هوایی قدرتمندی دارند، ولی خاک ایران از خاک عربستان با آبراه خلیج فارس جدا میشه و اونها از همه توانشون قادر به استفاده علیه امنیت ایران نیستن. عراق رو شاهد بودیم که با وجود داشتن ظرفیت نظامی بالا عملا در مقابل عمق دفاعی ایران، عمق راهبردی دفاع ایران شکست خورد. این یک حاشیه امنیت درست میکنه برای جمهوری اسلامی و اونها میتونن مدعی بشن که صاحب قدرت هستن. از این اسباب بازی ها مثل موشک اسکاد و پهپاد هم استفاده میکنن. من نمیدونم چند تا پهپاد جمهوری اسلامی تا به حال ساخته، ولی بعضی از اینها اندازه ملخ هم. یعنی قدرت تخریب زیادی ندارن و اگر که مرکز تصمیم گیری اینها رو هدف قرار بدن، بضاعت کلی اونها گرفته میشه. چند تا موشک رو بردن زیر سیلوهای زیرزمینی قایم کردن و میتونن شلیک بکنن، ولی موشک وقتی یک بار شلیکش کردی تبدیل به پوشک میشه، دیگه قادر به استفاده مجدد از اون نیستی، تمام میشه. در حالی که هواپیما میره پرواز میکنه، میشینه، دوباره سوختگیری میکنه، دوباره مهمات میگیره و میتونه پرواز کنه و یک ظرفیت تخریبی کامل نسبت به اون چیزی که داشت قبل از عملیات قبلی رو حفظ بکنه. این تفاوت نیروی هوایی پیشرفته با نیرویی است که به موشک متکی است. پس اگر واقعا با یک مقاومت جدی روبرو شد این نیرو، شاهد خواهیم بود که چقدر ضعف داره، چنان که امروز ضعف نیروهای مسلح روسیه رو در اوکراین شاهد هستیم. بایستی ورق بخوره این اوضاع تا بضاعت اندک اونها به چشم بیاد و ببینیم که در کجاها این ضعف‌ها خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی است که از پیش تصور میشد. و یکی از دلایلی که حالا جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی هست و از سیاست‌های انفعالی دولت بایدن سوء استفاده میکنه برای حرکت به سمت بمب و ساختن بمب، همینه که بتونه به جهتی، از راهی، به طریقی بپوشونه ضعف‌های خودش رو و لولوی بمب اتمی رو بالای مجموعه این ضعف‌ها نگه داره. ولی به نظر من آقای مینبودی، بزرگترین ضعف این حکومت از دست دادن پشتیبانی مردم. درسته می‌بینیم 1-2 میلیون نفر با پای پیاده راهی بغداد، راهی کربلا میشن، میرن نجف، میرن کربلا، اربعین میگیرن و هنوز واقعا سم مذهب در تار و پود فکری بخشی از جامعه ما حضورش رو حفظ کرده. ولی الزاماً این به این معنی نیست که همه اونهایی که میرن کربلا، اربعین یا پیاده راه میفتن حامی حکومت او هم باشن، برای اینکه اینها همین جماعت هم موقعی که میرن مرغ بخرن برای شکم خانوادهشون رو سیر کردن، همین مشکلاتی رو که بقیه مردم دارن دارن و اینها در لحظه موعود واقعا پشت این حکومت رو خالی میکنن و این شمار نشانه از قدرت نفوذ حکومت در ذهن مردم نیست. این بزرگترین نقطه ضعفی است که حکومت داره و به نظر من اگر تغییری در ایران، حاکمیت دیکتاتوری ایران صورت میگیره، این تغییر نمیتونه تدریجی و گذرا باشه، میتونه یک تغییر تند و کوبنده باشه و این ضعفی است که علی خامنه ای از او رنج میبره، ولی هرگز نه خودش نه حکومتش نخواستن و نه قادر بودن که به مردم نزدیک بشن و نیازهای مردم رو تامین بکنن، وگرنه با وضعیتی که ایران داشت میتونستن اونها جامعه آزادتری رو فراهم بکنن، مذهب و تدریجا در دخول در زندگی خصوصی و عادی مردم کم بکنن و ایران رو به یک جریان طبیعی حکومتش رو نزدیکتر بکنن. اینها کوتاهی هایی است که علی خامنه ای صورت داده و نمیدونم این آرزوی شما برآورده میشه که ساقط شدن حکومت خودش رو به چشم خودش ببینه
و شما هم شاهد این انتقال باشید یا نه، ولی در این که حکومت جمهوری اسلامی محکوم به فروپاشی است هیچ تردیدی نیست. خیلی تشکر میکنم. مثل همیشه آقای حسین اجازه زنگ زد گفت توی تلویزیون دیگه داشتم گوش میکردم، دارم آقای تقی‌زاده و مجری برنامه دارن از شما صحبت میکنن. چی گفتید؟ غیبت کردید؟ نمیدونم، یکی از این برنامه های گذشته بود، صحبت از مجریان مؤثر برنامه های تلویزیونی شد. خب اگر معبدی برای این مجریان بشه ساخت که چهره های برجسته اون رو در این معبد یا در این موزه یا در این کارگاه یا در این تالار گذاشت، آقای میبودی جز شناخته شده ترین و سرشناس ترین اون هاست. پس ذکر خیر داشتی، غیبت نبوده؟ نه، غیبت رو کردن، وظیفه من دفاع بود. ممنونم آقای دکتر تقی‌زاده عزیز در گلاسکو، استاد علوم ارتباطات بین الملل. از کارگردانی آقای امیر شهرتی هم که راضی بودید، چه نمره‌ای میدید؟ من همینو بگم، غیر از پشتیبانی سیاسی من، شما پشتیبانی امیر شهرتی رو هم دارید. هیجری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیجری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیجری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hejarilawgroup.com. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15. 818-344-5050 818-377-31 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. مهمونای من همیشه بوی معطر و رنگ غذاهای مخصوص منو تحسین میکنن، ولی نمیدونن راز تمام اینها فقط در رب گوجه فرنگی آرارات هست. رب گوجه فرنگی آرارات، خوشتم و معطر، سالم و با کیفیت، بدون مواد افزودنی، رنگ قرمز روشن و تهیه شده در ارمنستان. به غیر از رب گوجه فرنگی آرارات، محصولات غذایی فراوان دیگری رو هم میتونین از مغازه ها تهیه کنین، مثل خوراک بادمجان، خاویار، فلفل قرمز، انواع و اقسام کمپوتا. پس انتخاب شما از این پس میشه محصولات خوراکی آرارات، چون همیشه میمونه باهات. مانتر مدیکال سوپلای بهترین روش برای کاهش دردهای عضلانی، آرتروز، ناشی از پوکی استخوان، استفاده از لوازم ارتوپدی با تایید و نظر مستقیم پزشک شما می باشد. کمپانی مانتر مدیکال سوپلای شناخته شده و مورد تایید کمپانی‌های بزرگ بیمه برای دریافت لوازم طبی، زانوبند، مچبند، کمربند، قوزبند، ساپورت گردن، شانه و آرنج، واکر، عصا، صندلی حمام و صدها لوازم دیگر. مانچو امریکو سوپلای دستگاه قند خون جدیدی را ارائه می دهد که شبها در خواب در صورت نوسانات شدید خون با آلارم دادن شما را بیدار کرده تا از عوارض ناگوار این امر جلوگیری نماید. کادر کارآزموده ما پس از یک تماس شما تاییدهای لازم از بیمه و پزشک شما تهیه نموده و مناسب ترین وسیله را تحت پوشش بیمه به صورت رایگان به شما تحویل می نماید. با مانچو امریکو سوپلای تماس حاصل فرمایید. 747-230-5929. بینندگان عزیز، دکتر جعفر شجره هستم در برنامه هلت میدیا دات تی وی. هلت میدیا دات تی وی در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه های ویژه پزشکی خواهد داشت، مصاحبه های مختلف با پزشکان مختلف در رشته های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه ها لذت ببرید. با سلام، من مجید جهانبین، مؤسس شرکت پارادایز نرسری. خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گلهای ایرانی سالهاست که با افتخار در خدمت شما هستم.
پارادایس لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محبت سازی به مانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گل‌ها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایس لندسکپینگ میباشد. آدرس 10943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. کیو مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبن در منطقه ولی. خب برای من رو میگیری و میانونم با چی هستیم؟ با یک متفکر جوان، بچه های بعد از انقلاب اسلامی هستن. به اینا بیشتر میشه اعتماد کرد. الان نسل ما اندکی خورده شیشه داشتون به خاطر این ایدئولوژی های وارداتی، یا من تصور میکنم بیشتر به خاطر جزوخانی. جزوخانی دمار از روزگار یک نسل بود. جزوخانی یعنی بدون اینکه این افکار تعمیق پیدا بکنن و وسیع و گسترده بشن، قدرت تجزیه و تحلیل و قدرت تمیز و تشخیص بدن، ما را آلوده احساسات و هیجانات کردن. جنگ سرد هم که کمک کرد، قدرت‌های خارجی هم که همه بودن، اصلا شیفته اینکه ایران ما رو در هم بریزن و تبدیل به یک مخروبه بکنن. تا اینجا موفق شدن، اما تصور نمی کنم از این پس دیگه شانسی داشته باشن برای حفظ جمهوری اسلامی. مردم در میدان. با کسی علیرضا کیانی، یکی از بنیانگذاران نشریه فریدون که نحوه تحقیقی است و دیدم بیشتر هم هدفش اینه که بین چهرهای فکور جوان مناظره ایجاد بکنه، اینا به هم گفتگو کنن، بتونن هم مسائل مربوط به درون ایران رو شناسایی بکنن، ریشه یابی بکنن و میگن که چه باید کرد و بهترین راهکار برای تغییر وضعیت موجود در ایران چیه. آقای علیزاکیانی خیلی خوش آمدید، درود بر شما. سپاسگزارم از مهر و محبتی که همیشه به من میورزید و اکنون هم من رو دعوت کردید که بتونم در برنامه شما باشم. آقای مهبودی، من بارها این رو گفتم، به شما دوباره میگم، من واقعا خوشحالم که در واقع در برنامه ای هستم که مجری شما هستید. دلیلش روشنه، چون شما بالاخره از چهره‌هایی هستید که از پیش از 57 در واقع بودید، جدایی از بچه پیش کسبتیتون، بچه میان براستتن این چه زمانی بیشتر جلوه پیدا میکنه؟ زمانی که میبینید در واقع با ما، با موج در واقع خبرنگارها و یا روزنامه نگاران و اصحاب تلویزیون روبرو هستیم که در واقع به نوعی فرزندان انقلاب هستند و باورمند هستند به گرایش‌های به اصطلاح اصلاح طلبانه در جمهوری اسلامی و در تلویزیون‌های در واقع فارسی زبان حضور پررنگ دارند. همون کسانی که سالها در واقع اصحاب فرهنگ پیشا 57 رو انکار می‌کردند در درون روزنامه‌هایی که علناً و عملاً در واقع پیشبرنده گفتمان فرهنگ به اصطلاح فرهنگی جمهوری اسلامی بودند. و به همین علت من، چون خودم رو با اینکه البته من در سال 1363 به دنیا آمدم و
5 سال 6 سال پس از انقلاب 57، ولی من حس میکنم که از لحاظ روانی به اصطلاح با اون جنسی راحتم که پیش از 57 عرضه میشد، با این که در واقع من در درون همین مدارس جمهوری اسلامی درس خوندم، با این که در واقع ما تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار در واقع میخوندیم سر صف، ولی خوشحالم و به قول بچه ها از لحاظ روانی و از لحاظ روحی آسودم که راهی رو انتخاب کردم که در واقع متعلق هستش به دوره به اصطلاح آریامهری، و با از این جهت من واقعا خوشحالم که شما به من لطف دارید، صادقانه دارم میگم این رو و هیچ ابایی هم ندارم از ابراز اون که من به من لطف دارید و من رو دعوت میکنید به برنامه. تشکر میکنم، گوار افتخار. شما از اون بچه مازندرانی، من میشه من بردی دیگره. آقای کیانی عزیز، نقطه قوت ما در حال حاضر ملت ایرانه، یعنی هیچ وقت ملت ایران در برابر حکومت این همه سال قوت و نیرو نبوده، برعکس حکومت امروز رو به ضعف، رو به زوال، رو به تباهی است. از همه مهمتر این که بمب اتمی که تا به حال به عنوان عامل اقتدار شناخته میشه داره تبدیل میشه به نقطه ضعف حکومت، یعنی ضعف های حکومت رو داره بیشتر و بیشتر میکنه. به همین راسته که حکومت درخواست کنار آمدن با آمریکا رو داره، آمریکایی تا به حال ناز کردن و این برای نخستین باری که قضیه معکوس شده. بفرمایید. خواهش میکنم، من یک نکته ای رو در واقع اشاره کنم در مورد این بحثی که فرمودید و اون این که کاملا به اصطلاح جمهوری اسلامی حتی در ادبیاتی که سایبریاش به کار میبرن و یا ادبیات رسمی ترش که کارگزاران رسمی خودش به کار میبرن علنا مقابل مردم صف کشید. من یک نمونه براتون میارم، یکی از همین به اصطلاح در توییتر پارسی که خب بالاخره جمهوری اسلامی در اون حضور پررنگی داره و سایبریا رو اونجا فرستاده، یکی از این محصولات به اصطلاح نظامی خودشون رو گذاشته بودن و طرف نوشته بود که به اصطلاح این چشم براندازا رو در واقع کور کنه. توجه بفرمایید، محصول نظامیه، حالا پیدا هم نیست در واقع کیفیتش چقدره که احتمال بسیار فراوان چون توان در واقع تولید محصول نظامی با کیفیت ندارن، حالا اونو گذاشته و گفته که در واقع چشم بخشی از مردم ایران کور بشه. در هیچ جای دنیا، کمتر جایی از دنیا من سراغ دارم که یک نظام سیاسی محصول نظامی تولید کنه و اون رو در واقع به چشم بخواد به چشم بخشی از مردم خودش فرو کنه و اون رو ابزار تهدید علیه بخشی از مردم خودش در واقع قرار بده. من یک نقل قولی بیارم از رئیس مستشاران نظامی آمریکایی در ایران در دوره در واقع محمد رضا شاه پهلوی در اون سالهای آخر، میگفت من بارها و بارها توی مصاحبه میگه من بارها و بارها با شاه و ژنرال های ارتش و در واقع کارگزاران دولت صحبت میکردم و میگفتم این همه ادوات نظامی، آلات نظامی که در واقع شما میخرید برای چیه؟ و اونها خود شاه و کارگزارانش در واقع کارگزاران نظامیش میگفتن ما اینها رو میخریم تا بتونیم از پیشرفت ایران محافظت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما با خیال راحت بدون دغدغه بتونیم در واقع توسعه و پیشرفت خودمون رو در داخل مرزهای خودمون پیش ببریم و اون پیشرفت نیازمند اینه که تو در واقع از خیالت از مرزها آسوده باشه، اینکه خارجی بهت حمله نکنه. یادتون هست آقای میبودی که شوروی چه در واقع ابرقدرتی بود و چه خطری بود در واقع برای همسایگانش؟ ما مرزهای طولانی با شوروی داشتیم و به همین علت شاه و کارگزارانش هیچ وقت ابزار سرکوب نمی خریدن، ادوات سرکوب نمی خریدن. اصلا در 57 ادوات سرکوب نداشتن که بخوان در واقع حالا تظاهر کنندگان رو با مجبور بودن تانک بفرستن تو خیابون و اون تانک هم که در واقع به مردم شلیک نمی کرد که سرباز که در سرباز ارتش که مردم خودش رو نمی کشید که. به همین علت در واقع شما می دیدید این تفاوت این دو نگاه رو ببینید. پیشرفته ترین ادوات نظامی در 57 خریده میشد برای اینکه از پیشرفت مملکت محافظت بشه، ولی شما الان میبینید که در واقع ادوات بیکیفیت نظامی میسازن، تقلبی میسازن، اون رو باید به چشم بخش از مردم فرو میکنن، در حالی که همین الان در واقع به اصطلاح سپاه توران، دستگاه علیف به همراهی در واقع دستگاه اردوغان در پی این هستن که مرز ایران با ارمنستان رو قطع کنن و در واقع خود دستگاه پروپاگاندای
اردوغان صراحتا امروز توییت زده و گفته که، یعنی یکی از روزنامه نگاران وابسته به اردوغان توییت زده گفته که مرز ایران و ارمنستان باید قطع بشه و باکو در واقع باید با ترکیه از لحاظ زمینی در واقع راه پیدا کنن به هم دیگه و ما برای در واقع وصل شدن به آسیای میانه، یعنی ترکیه برای وصل شدن به آسیای میانه دیگه نیازی به عبور از مرز ایران و ارمنستان نداشته باشه. ما در چنین وضعیت فلاکتباری به سر میبریم. چنین وضعیتی به هیچ عنوان در دوره پادشاهی نمیتونست تحمل بشه و اصلا نمیتونستیم فرض کنیم که کار به اینجا برسه که علیف در واقع بخواد مرزهای بین المللی ایران رو تهدید کنه. بر این اساس من قائل به این هستم، همونطور که شما فرمودید، بخشی از مردم، حتی نه مردم عادی، حتی شما در درون دستگاه در درون بروکرات های میانی جمهوری اسلامی هم میبینید که از وضعیت واقعا خستن و صراحتا هم گاهی این رو میگن، یعنی راه چاره پیدا نمی کنن. وقتی در واقع شما میبینید که بخشی از کارگزاران رژیم طی یکی دو ماه گذشته مدام از موج مهاجرت نخبگان نه صرفا نخبگان خانه نشین، بلکه حتی استادان رسمی دانشگاه که دارن از ایران مهاجرت میکنن در واقع از این مدام گلمند هستن، در واقع اون پیکان انتقادات خودشون، در واقع نوک انتقاداتشون معطوف به سیاست های به اصطلاح کلانیه که توسط خامنه ای تنظیم میشه، اگرچه اسم خامنه ای رو نمیارن. یعنی عرضم اینه که در واقع دیگه این مردم مستضعف کف خیابون نیستن که این رسیده به درجه بچه در واقع بروکرات‌های میانی جمهوری اسلامی که از حداقلی از عقلانیت برخوردار هستن، ولی بروکراسی تابع سیاست‌گذاری کلان هستش. شما نمیتونید در واقع بروکرات که سیاست‌گذار نیستش که، بروکرات مجبوره به واسطه در واقع اون حفاظت از شغل خودش اون سیاست‌گذاری‌های کلان رو اجرایی کنه. ولی به همین علت من فکر میکنم که این شکاف داره روز به روز گسترده تر میشه. خوشبختانه ببینید، فکر نکنیم که در واقع ما زمان طولانی در واقع گذروندیم و هیچ کاری نکردیم. واقعا در پهنه تاریخ از 96 تا به الان 1402 زمانی محسوب نمیشه در پهنه تاریخ ایران. خمینی فراموش نکنیم کار گفتمانی خودش رو برای در واقع سرنگونی رژیم از سال 40-41 شروع کرد، پس از مرگ بروجردی 57 تونست پیروز بشه. شما خاطرات رفسنجانی رو که میخونید، خاطرات تمام این انقلابی ها رو که میخونید، اینها در تمام این سالها فعال بودن. تازه در نظر بگیرید اونم دستگاه به اصطلاح پادشاهی که رسما به قول معروف در 56 و 57 که تظاهرات خیابانی اوج گرفت اصلا سرکوبی نکرد در مقایسه در واقع با این اوباشی که الان بر ایران حاکم هستن. به همین علت من فکر میکنم که از این گسترده تر شدن شکاف باید استقبال کرد. جبهه فعلی جنگ با جمهوری اسلامی به ویژه در فضای مجازی حضور بروز داره. حساسیت عجیب خامنه ای به فضای مجازی از اینجا میاد. این که میگه اگر من ولی فقیه نبودم، رهبر نبودم، دوست داشتم رئیس فضای مجازی بودم، از اینجا میاد. این که اعلام جهاد میکنه در فضای مجازی و به نام جهاد تبیین در واقع علیه این موج پهلوی گرایی اوباش مجازی خودش رو میفرسته در واقع که با هزار چهره در واقع سعی میکنن پهلوی و این موج ایرانگرایی رو، چون پهلوی گرایی ذیل ایرانگرایی هستش و اون پهلوی عزیز به این علت که در واقع ایران رو عزیز کرده با سیاست‌هایی که داشته و به واسطه در واقع اون مردان و زنانی که در واقع توسعه ایران رو رقم زدن بودن و گرد آورده بود، به همین علت اینا رو فرستاده و داره در واقع علیه ملت ایران اعلام جهاد کرده. چون شما وقتی که میگید که بخش بزرگی از مردم مقابل جمهوری اسلامی ایستادن و وقتی خامنه ای در واقع جهاد تبیین اعلام میکنه علیه موج پهلوی گرایی و صراحتا نام میبره، یعنی علیه ملت خودش در واقع اعلام جهاد کرده. ببخشید این تعبیر ملت خودش خوب نبود، چون این ملت در واقع متعلق به خامنه ای نیستن، علیه ملتی که بر اونها سلطه داره در واقع اعلام جهاد کرده. و شما باز هم میگم خوشبختانه این شکاف داره روز به روز گسترده تر میشه. هر کسی از درجه ای از عقل سلیم برخوردار هستش میدونه به تعبیر ناصر کرمی این شکاف ایرانیت و اسلامیت در واقع.
این شکاف چون خامنه‌ای در واقع خودش رو عملاً نماینده دنیای اسلام میدونه، ولی امر مسلمین جهان میخونن دستگاهی رسمیش ایشون رو، و سعی میکنه که در واقع از اون به اصطلاح مرزهای دنیای اسلام به تعبیر خودش محافظت کنه و تمام هم و غمش برای نابودی اسرائیل که فقط در گفتار خلاصه نمیشه. این پول، این از پول ملت ایران، این از هزینه ملت ایران، این در واقع از بودجه ملت ایران میذاره برای نابودی اسرائیل. شما دارید میبینید اون چمدان‌های دلاری که قاسم سلیمانی در واقع به اون نماینده ی حماس در ایران داده بود و سر و صداش اخیراً بلند شد، در واقع پیرو سیاست کلان خامنه‌ای هستش. به همین علت من فکر میکنم که در واقع حرف ناصر کرمی درسته که این نزاع ایرانیت و اسلامیت که از وقتی انقدر همین نزاع مثل در واقع یک زخم قدیمی، مثل یک زخم کهنه در جان ایران ریشه دوونده که وقتی از مشهد صدای رضا شاه روحت شاد در خود گوهرشاد بلند میشه، شما میبینید که در منطقه غربی ایران در خوزستان هم صدای رضا شاه روحت شاد شنیده میشه. یعنی ایران کشور علاوه سرزمینی و مساحت کشور بزرگیه، و وقتی شما این بزرگی رو در نظر میگیرید، یک نظام در واقع مستبد و فاسد مثل جمهوری اسلامی رو در نظر میگیرید که حاکمه، که تلاش میکنه تمام کانال‌های ارتباطی رو به زعم و تسریع خودشون قطع کنن، ولی این که میبینید در چهار گوشه ایران شعارهای همسان شنیده میشه ولی دستگاهی هم نیستش که بخواد این شعارها رو هماهنگ کنه، میفهمید که این حرکت ریشه در جان مردم داره، چون این مردم یک زخم مشترک دارن در طی این سالها و به اصطلاح این زخم ترکیده و این 5 سال ما داریم میبینیم. و البته انشالله که با کارهایی که انجام میشه و خود مردم در واقع پیشرانون هستن، این زخم به زودی درمان خواهد شد. ممنون، تشکر میکنم. همینم آقای خامنه‌ای تصور میکرد که بعد از جنگ اوکراین و آغاز جنگ گاز روسیه علی اروپا، زمستان آینده اروپا دچار یخبندان بشه، یعنی سرما اروپا رو بگیره، اروپا تجزیه بشه، کشورها هر کدام سعی کنن که گلیم خودشون از آب به سلامت به در ببرن، و اون وقت کار جمهوری اسلامی سکه میشه، تمام اروپا میفته دست و پای جمهوری اسلام و این آغازه قدرتیابیه، آغازه قدرتیابی مجدد جمهوری اسلامی. این تصور خطا عذاب در اون حرفای آقای شولتز، اولاف شولتز بسیار هم ناامید بود از آینده اروپا، خیلی به نظرم قافلگیر کننده بود. گفت ما مایه گاز مایه به حد کافی ذخیره کردیم، یعنی که از هر چیزی که لازم بوده خریداری کردیم، از زغال سنگ میخوایم بهره گیری کنیم و در صورت لزوم از نیروگاه هستی. ما مشکلی در زمستان آینده نخواهیم داشت، اگر هم باشه مشکل اون نیست که تصور میکردیم. خب این یعنی شکست استراتژی آقای پوتین، این یعنی مایوس شدن آقای خامنه ای. ولی میخوام همون سوالی که از آقای تقی‌زاده کردم با آقای علیزاده کیانی هم در میان بگذارم. فکر میکنید که چرا، چه عاملی باعث میشه که یک شخصیتی که خودشم رهبر مینامه، رهبر یک من بگم، در طول این چند دهه‌ای که بر سر کاره یک تصمیم نگرفته که در نهایت سودی برای ایران داشته باشه، حتی سودی برای خودش داشته باشه، حکومت جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه، ایران رو تقویت بکنه. یعنی میخوام بگم که بسیاری از سیاست های اینا اتخاذ کردن نوعی خودزنی بوده. کار به جایی رسیده که میگم امروز بمب اتم هم یک نقطه ضعف تلق نمیشه، نه قفل نقطه اقتدار و قدرت. این همه اشتباه، حتی ایشون یک تصمیم نگرفته که در نهایت دل مردم رو خوش بکنه، یعنی مردم احساس بکنن که با این سیاست گذاری یا با این روی کرد وضعیتشون اندکی بهتر بشه. همه چیز رو به بخامت گذارید، یعنی ما سرزمینی هستیم که در سیلاب بخامت داره
راه خودش رو طی میکنه در حالت برمیش به کجا بره، در کدام پرتگاه. سوالم از علیرضا کیانی و از گذشت از بازار آگهی ها جواب رو خواهیم شنید. میدی که فکر میکنید این ریشه در خودشیفته یه خامنه ای داره، در نوکرمنشی آقای خامنه ای داره، چون کاری که آقای خامنه ای در مورد اوکراین کرد و حیثیت و نام و شرف و اسمت و حیا و آبرو و فرهنگ یک مملکت رو گذاشت توی سینی تقدیم کرد به یک جنایتکار بدنام به نام ولادیمیر پوتین، اصلا نوکرمنشی بود نه چیز دیگری. احساس حقارت میکنه در برابر پوتین، برای همین پوتین از فرودگاه وقتی وارد فرودگاه میشه سوار میشه یا مستقیم میره سرنزده وارد دفتر خامنه ای میشه، دیدید که چطور در برابرش مینشین. خب یا ناشی از داشتن مشاوران بد مثل تیپ علی اکبر ولایتی. علی اکبر ولایتی فکرم نمونه خوبیست، یعنی آدم عقب افتاده که اصلا به این دوران تعلق نداره. درست پزشکه، پزشکه اطفاله، یعنی که آدمیش در هپرود زندگی میکنه، تصوراتی که از دنیای امروز ما داره تصورات یک آدمیست که هیچ چیز از این دنیا نمیشه، هیچی. برمیگرد پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیل ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز، همیشه و همه جا. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. هم اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید
و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GLVs همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLVs از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. هالووین امسال با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل، صبحانه، نهار و شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی و تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 29 اکتبر با قیمت استثنایی 1890 دلار. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس 1-800-322-94-25. خب برنامه رو پی میگیریم. آقای علیرضا کیانی هستیم، از بنیانگذاران شیعه فریدون. آقای علیرضا کیانی، سراپا گوشیم، فکر میکنید که ریشه در کجاست؟ خودشیفتگی، نوکرمنشی یا مشاوران بد؟ میکنم که حالا جدای از اون وجوه شخصی مسئله مثل خودشیفتگی که احتمالا و قطعا در واقع خامنه ای نسبت خودش این رو داره، به نظر من ریشه اصلی این فعالیت ها نگاه ضد ایرانی خامنه ای، نگاه اسلام گرایانش از قبل انقلاب، از پیش از زمانی که اساسا موج خیابانی انقلاب اوج بگیره، شما میبینید که خامنه‌ای به شدت فعالیت‌های اسلام‌گرایانه نه صرفاً علیه نظام پهلوی، بلکه حتی در حوزه تولید گفتمان، از به اصطلاح با ترجمه کتاب‌های سید قطب که اساساً به اصطلاح پیشران اسلام‌گرایی در دنیای عرب بود. خامنه‌ای یک اسلام‌گرای اخوانیه، اینو فراموش نکنه. خامنه‌ای برخلاف بسیاری از آخوندهای سنتی شیعه که به اصطلاح شیعه رو خیلی ارج میذارن در مقابل سنی و دیگری خودشون رو اهل سنت میدونن و به تبع اون تا حد بسیاری ناسیونالیسم عربی، ولی خامنه ای اساساً در پی این هستش که بتونه حتی اگر شده از اهل سنت که متحد خودش باشن، اون دسته از اهل سنت که متحد خودش باشن، استفاده کنه برای ضربه زدن به آمریکا و اسرائیل. چون این اصلا ببینید بحث خامنه ای، شما، من سایت خامنه ای رو زیر و رو کردم به خاطر کارهایی که میکنم و بعد کارهای تحقیقی که پیش میبریم، شما به هیچ عنوان به اصطلاح تفاوتی در نگاه خامنه ای 68 که به دستگاه ولایت ولی فقیه جمهوری اسلامی میشه با امروز احساس نمیکنید در اصول بنیادی، به هیچ عنوان عوض نشده.
همچنان است به اصطلاح هدف اصلیش نابودی اسرائیل و تمام سرمایه ایران رو بسیج میکنه برای این کار، و به همین علت هست که به سنی‌های ناسبی فلسطینی که اساساً دشمن شیعه هستن، نه دشمن کشور شیعه، نه دشمن مذهب شیعه، دشمن شیعه زادگان هستن، کمک مالی و میلیون دلاری میکنه. براش فرق بین حزب الله شیعه و حماس سنی در واقع نیست. به همه علت هستش که خیلی از این آخوندهای سنتی با این جمهوری اسلامی مشکل دارن، نسل به دلایل دموکراسی خواهانه یا آزادی خواهانه، به این دلیل که فکر میکنن جمهوری اسلامی آنطور که باید شیعه رو ارج نمیگذاره، پاسدار مذهب شیعه نیست. و این رو در نظر بگیرید، این ریشه های اخوانی خودش که در واقع میاد و به اصطلاح در این سیاست های ضد اسرائیلی تجلی پیدا میکنه. و فراموش نکنید که تمام وجه اصلی ناسیونالیسم عربی سیاست ضد اسرائیلی شه. صدام حسین یک ضد اسرائیل تمام عیار بود، جمال عبدالناصر یک ضد اسرائیل تمام عیار بود. نیازی نیستش من اینجا جنگ بین کشورهای عربی و اسرائیل رو در واقع یادآوری کنم در دهه 60 و 70 میلادی. و از اون طرف شما میبینید که یک دید توطئه انگارانه نسبت به دنیای غرب داره، و وقتی این دید توطئه انگارانه با اون نگاه ضد پهلویش در واقع در هم آمیخته میشه، شما میبینید که خامنه‌ای به اصطلاح میاد و با تاریخ ایران دشمنی میکنه. من فکت میارم از خود سایت خامنه‌ای، از گفته های خامنه‌ای که اساساً تاریخ ایران رو تحقیر میکنه، که اساساً به اصطلاح از حرف دقیقاً تجزیه طلب ها رو در مورد تاریخ ایران میزنه. یک فردی، یک استاد دانشگاه به نام احمد نادری، شما میدونید سایت خامنه‌ای سایت رسمی خامنه‌ای، هر مطلبی درش منتشر نمیشه و تمام مطالبی که در سایت رسمی خامنه‌ای منتشر میشن تایید مستقیم و غیر مستقیم خامنه‌ای رو دارن. فردی به نام احمد نادری که به اصطلاح استاد دانشگاه هستش در ایران و از این اساتید نزدیک به دستگاه خامنه‌ای، مطلبی نوشته در سایت ایشون و گفته که در دوره پهلوی پروژه ملت‌سازی در ایران به دستور غربی‌ها و با مجریگری پهلوی‌ها در واقع پیاده شده. خود این حرفیه که تجزیه طلب‌ها می‌زنن. تجزیه طلب‌ها در واقع میگن رضا شاه ملت ایران رو ایجاد کرد، میگن اصلا رضا شاه ایران رو ایجاد کرد. شما نگاه کنید در دستگاه خامنه‌ای چه این حرفی زده میشه، یعنی در درون. خب این نگاه که تلفیق نگاه اسلامگرایانه ضد ایرانی توطئه‌انگارانه نسبت به فعالیت غربی ها و به اصطلاح در واقع ضد پهلوی. خود خامنه‌ای اساساً مدام در واقع در مورد تاریخ ایران، تاریخ ایران رو تحقیر میکنه. من قبلا هم گفتم خامنه‌ای مشخصا و به صراحت گفته بود کسانی که به دیدار و بازدید تخت جمشید میرن افراد نادانی هستن. اینو صراحتا خامنه‌ای گفته بود. خامنه‌ای در واقع صراحتا گفته بود که محبوبیت و شهرت کوروش در یک سخنرانی در همدان در سال 1363 اینو گفت محبوبیت کوروش و شهرت کوروش نتیجه اصرار غربی ها و مستشرقان اروپایی بود، و میگه مثلا این ربطی به تاریخ نداره و عینیتی در تاریخ ایران نداره. خب این حرفا رو تجزیه طلب ها میزنن، ولی شما میبینید از دهن کسی داره بیرون میاد که به اصطلاح خودش رو الان در واقع به نوعی متاسفانه در واقع سلطه داره و رئیس در واقع کشوری هستش به نام ایران. یعنی من میخوام این رو بگم که خامنه‌ای این کارهایی که میکنه به این دلیله، این فعالیتهایی که میکنه شما به درستی گفتید هیچ خیری برای ایران و ایرانی نداشته، چون اساسا اینها تعلقی به ایران ندارن. من این رو شعار نمیدم، من براتون فکت آوردم از حرفاش، من براتون فکت آوردم از اون گفتمانی که در سایت رسمی خامنه ای منعکس میشه. در فعالیت‌هاشون هم که دیگه نیازی نیستش در واقع ما بگیم. 30 میلیارد دلار به گفته حشمت الله فلاحت پیشه، یکی از مسئولان کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در سوریه اینا خرج کردن. بماند که برآوردهای سازمان ملل میگه اینا بیشتر از 30 میلیارد دلار خرج کردن، ولی ما حرف خود اینا رو سند میگیریم که در این چند سال آقای فلاحت پیشه میگه ما 30 میلیارد دلار خرج کردیم. خب این حضور جمهوری اسلامی در سوریه چه منفعتی برای ایران داشت؟
از زبان خود یکی از سرکردگان سپاه میگم، حسین همدانی که خودش هم در سوریه کشته شد، در مصاحبه با یکی از وبسایت‌های سپاه گفته بود که ما به سوریه رفتیم و بشار اسد رو خواستیم حفظ کنیم برای اینکه کریدور در واقع ارتباطی ما از طریق سوریه تا لبنان حفظ بشه که بتونیم مقاومت در مقابل اسرائیل رو زنده نگه داریم. خب حالا تمام مخارج برای سیاست های ضد اسرائیلی خامنه ای هستش. خب این دغدغه نسبت به ایران نداره، دغدغش نابودی اسرائیل. تشکر میکنم. حالا فرمودید که این اسلامگرایی آقای خامنه ایست، میخوام تصادم من بگم که نه، ایشون اسلامگرایی هم وفادار نیست، ایشون به قدرت وفاداره، همه چیز فدای قدرت، اسلام، تشیع فرق نمیکنه، امام رضا. مگه در امام رضا اینا بمب نگذاشتن برای اینکه مخالفان خودشون رو بدنام بکنن؟ بمب گذاری کردن در صحنه امام رضا، بمب گذاری کرد. آیا اینها بین مسلمانان چچن و قاتل مسلمانان چچن کدوم انتخاب کرد؟ آقای خامنه‌ای کدوم انتخاب کرد؟ قاتل مسلمانان رو انتخاب کرد، یعنی آقای ولادیمیر پوتین رو انتخاب کرد. کار پوتین رو در کشتار مردم چچن هرگز تقبیح نکرد، که درست برعکس دائما سعی میکرد که اینطور وانمود بکنه که بستای دلم واقعا پیروزی و موفقیت پوتین رو خواستار بود و دلش میخواست که پوتین بتونه هر مانعی رو که در روسیه بر سر راه میبینه از میان برداره، قدرت چی بیشتر بکنه، چون فکر میکرد که قدرت یابی پوتین به معنای تقویت بنیه و قدرت حکومت جمهوری اسلامی است. آقای خامنه ای بین کشتار اویغورها در چین و حزب کمونیستی چین کدوم انتخاب کرد؟ 1,000,000 مسلمان اویغور الان توی اردوگاه آموزشی هستن، یعنی کسانی هستن که اینها رو به اسارت گرفتن برای اینکه به تدریج از اسلام دور بشن و بپذیرن قدرت و سیانت حزب کمونیست رو و کمونیست وفادار بشن. اینقدر نگه میدارن، زیر فشارهای روانی میگیرن تا اینها تسلیم بشن و تمکین بکنن. آقای خامنه‌ای طرف کدوم رو گرفت؟ طرف حزب کمونیست چین رو گرفت، دستگاه اطلاعاتی امنیتی این مملکت رو گرفت، اویغوران رها کرد. یک خط شما اعتراض از سوی رهبر مسلمانان جهان در تمام این آثار آقای خامنه ای علیه این جنایاتی که چین مرتکب میشه، در اونم در غرب چین کمونیست، نمیبینید. هیچ جا نیست، هیچ جا، هیچ جا اعتراضی از سوی آقای خامنه ای ما نمیبینیم. آقای خامنه ای در رفتن به سوریه مگه کیو کشته؟ مسلمانان سوریه رو کشته. کیچی معترض بودن به یک خانواده فاسد مثل خانواده بشار اسد؟ بیچاره مگه چی میخواستن؟ من مسلمان نبودم که، یهودی نبودم که، مسیحی که نبودم، مسلمان بودم. و فوش توسط آقای قاسم سلیمانی، داردسته قاسم سلیمانی، تازه اونجا هم که کم آوردن رفتن روسا رو وارد میدان کردن. بریم مسلمان کشی. یعنی میخوام خدمتتون بگم که آقای خامنه‌ای اصلا اسلامگرا نیست، به تشیع هیچ اعتقادی نداره. این یه فرقه عجیب غریبی، یه معجونی درست کرده ایشون. و ایشون قدرت محور، همه چیز فدای قدرت او، خدا، پیغمبر، 14 معصوم فرقی نمیکنه. ایشون از تمام ابزارها، از تمام عناصر مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی بهره میگیره برای اینکه بتونه وضعیت خودش رو تصویب بکنه. متاسفانه در نهایت داریم میبینید که ایران به چه فلاکت و افلاسی افتاد. خب رضا جان، 3 دقیقه وقت داریم، میام مال شما. بله، من کاملا با اون نگاه حضرت عالی موافقم. چندین مثال دیگه هم میشه بهش اضافه کرد، ولی فراموش نکنید جناب میگودی، اسلام گرایی با مسلمانی فرق میکنه. شما میتونید در واقع در عین حالی که اساسا اسلام گرا هستید، مسلمانان رو سرکوب کنید اگر زمانی با شما همراه نباشن، چون که در سوریه کردن،
چنان که در ایران میکنن، مگه در ایران در واقع مردم مسلمان زاده و مسلمان نیستن؟ چنان که در واقع در چین سکوت میکنن. ببینید اسلامگرایی با مسلمانی فرق میکنه و به همین علت هستش که یک فلسفه سیاسی جدید و به تعبیر بهتر یک فقه سیاسی جدید توسط خمینی و خامنه‌ای آفریده میشه. به همین علت هستش که خمینی در دقیقاً در پاسخ و در عناد و در تقابل با مسلمانان باورمند هستش که میگه حفظ نظام اوجب واجبات است و شما میتونید و باید برای حفظ نظام حتی اگر شده نماز رو تعطیل کنید. نماز که دیگه همه میدونن در واقع چقدر اصل مهمیه در اسلام، ولی خمینی در واقع میگه شما میتونید نماز رو هم حج رو هم تعطیل کنید اگر حفظ نظام به طلبه، که همون قدرت طلبی هستش که شما میگید. ولی مهم اینه که اینها این بحث قدرت طلبی رو بهش در واقع در دستگاه فقهی خودشون وارد کردن و یک سری از مسلمانان اسلامگرا رو در تقابل با مسلمانان غیر اسلامگرا قرار دادن. به همین علت هستش که شما میبینید روزنامه کیهان و مشخصا شخص حسین شریعت مداری که توسط خامنه‌ای در واقع منصوب میشه، تضعیف رهبری رو بزرگترین گناه میدونن. یعنی به این حرفشونه ها، یعنی در روزنامه کیهان هست، شما سرچ کنید، تضعیف رهبری بزرگترین گناه هست. به اصطلاح این رو، یعنی زنا بزرگترین گناه نیست، دروغ بزرگترین گناه نیست، غیبت بزرگترین گناه نیست، در واقع چه میدونم قتل و غارت بزرگترین گناه نیست در فقه سیاسی اینا، ولی تضعیف رهبری بزرگترین گناهه، تضعیف نظام بزرگترین گناهه. به همین علت هستش که اگر حفظ نظام به طلبه، اینها با چین متحد میشن علیه آمریکا، اینا با چینی متحد میشن که مسلمانان و اویغور رو داره نسل کشی میکنه. اگه حفظ نظام به طلبه، اینها سر اینا در قتل و به اصطلاح کشدار 70 تا 80 هزار کودک سوری در اون چند سال مشارکت میکنن، کودکانی که به تعبیر شما مسلمان زاده هستن از قضا. یعنی من عرضم اینه که به اصطلاح ما باید بین اسلامگرایی و مسلمانی فرق بگذاریم. مسلمان زیاده ولی اسلامگرا زیاد نیست، ولی در ایران اسلامگراها دست بالا رو دارن. به همین علت هستش که شما میبینید حتی در درون خود ایران هم اینها دادگاه ویژه روحانیت شکل دادن. خیلی از آخوندهایی که در دادگاه ویژه روحانیت رفتن آخوندهای غیر اسلامگرا بودن، که من در صحبتم گفتم این آخوندهای سنتی به اصطلاح. حالا من کاری ندارم، اونا دغدغه آزادی در واقع ندارن، ولی دغدغه شون این بود که خامنه ای نباید، دستگاه ولایت فقیه نباید رو حوزه علمی سلطه پیدا کنه. شما میدونید الان خامنه ای در واقع به حوزوی حقوق میده، این اصلا در تاریخ حوزه علمی و در تاریخ شیعه سابقه نداشته. اینها به اصطلاح درآمدشون از همین سهم امام و این خمس و زکات از مردم میگرفتن. دلیلش اینه که خامنه ای میخواد در واقع روی حوزه سلطه پیدا کنه برای اینکه بتونه در واقع آخوندهای اسلامگرا کارگزار جمهوری اسلامی رو تربیت کنه. این دوتا فرق میکنن. ممنونم، تشکر میکنم. علیرضا کیانی عزیز، سمیرم نظرات آقای کیانی رو شنیدید، به پاسگزار. حتما این گفتگوها رو دنبال میکنیم، گفتگوهای جالب و لازم است، شما میشینید درش مشارکت کنید. امین شرطی تشکر میکنم، سارا ایرانی سپاسگزارم و از شما هموطنان عزیزم که هستید، ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. اگه شما نباشید این تلویزیون پارس این تشکیلات به مفت نمیاد. کمال تأسف و تأثر بسیار آگاه شدیم که همکار گرامی ما آقای اسفندیار حکیمزاده در پی درگذشت مادر گرامیشان سرکار بانو پروین دخت معینی به سوگ نشستند. با ابراز همدردی با ایشان و آقای شهریار و بانو شیدخت، فرزندان عزیز از دست رفته، خود را در اندوه خانواده های گرامی معینی و حکیمزاده و دیگر وابستگان سهیم و شریک می دانیم. یاد مادر از دست رفته گرامی و روانش شاد با مدیریت، کارکنان و برنامه سازان تلویزیون پارس.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-9999. معتبر، برا. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه